دگرباشان جنسی در اقلیم کردستان در شمال عراق مورد آزار عذیت و اذیت و تهدید قرار دارند برای بسیاری از آنها تنها راه خلاصی خروج از عراق است جزئیات در برگردان گزارش ریاض مجید خبرنگار صدای آمریکا از اقلیم کردستان زهیر علی میگوید احساس نمی کند که به این جامعه تعلق دارد اما بشه که تبعیض و می شود که حس نمی کنم از جامعه کرده هستم. متاسفانه وسطوری شده که اکثر دیگر باشان کشورشونو ترک میکنند. علی در سلیمانی زندگی می کند. منطقه ای که آزار و اذیت دیگر باشان اخیراً پس از بازداشت یک هم جنسگر مورد توجه قرار گرفته است. مقامات اقلیم کردستان میگویند علت بازداشته او نگرایش جنسیاش بلکه بخشی از مبارزه علیه فحشا بوده است. به استناد آخرین گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، جامعه دگرباشان در عراق نه فقط در اقلیم کردستان بلکه در سراسر آن کشور مورد تبعیض قرار دارد. این گزارش میگوید دولت عراق در شناسایی بازداشت و محاکمه متجاوزان به حقوق دیگر باشان کوتاهی می کند. علی میگوید هر روز که از خانه اش خارج می شود مطمئن نیست که زنده میماند و به این نتیجه رسیده که شاید به عنوان یک فعال حقوق دیگر باشان سرنوشتی به غیر از مرگ در انتظارش نخواهد بود.